به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شاگرد عزیز، خوش آمدین. امید که خوب و صحتمند باشین و درس‌هایتان را به صورت منظم و دقیقش تعقیب کنین. شاگرد عزیز، اگر شما به یاد داشته باشین، درس گذشته ما درباره پلیس ترافیک بود. در درس گذشته ما پلیس ترافیک شناختیم، ایکی کی است، چه وظایف داره و در جامعه چه ارزش داره. خدا کنه درس گذشته را یاد گرفته باشین. اگر شما در درس گذشته و یا هم کارخانگی درس گذشته کدام مشکل داشته باشین، میتونین در بخش کامنت امرای ما شریک بسازین تا با مشکلات شما رسیدگی کنیم. گران زکاون که خرق لست، خدای دو که چروغ و جور و سی اخبل درس نپا منظم و دقیق شکل بانه تعقیب کنیم. زکاون که کچه ریست دست و پیاد ویزمون تیر لوست در پولیس ترافیک بحکلو. در چه در ترافیک پولیس سوک ده، سه وظیفه لری او پا طولنه که سه ارزخت لری. کچه ری نمی نو کمستونزی منس درازی. خدای دیو کری چی تیر لوست مزدکره ایوی که چیری تاسو تیر لوست او یا هم ده تیر لوست که کم از سونزه لره اینو کولیشی کومین که لما سر شریک رایی ترسو سونزه تا رسیدگیو کرد. نروس رازو اخپل نوی لوست نه زمان ننه لوست ده پند نصیحت او اندرس به حق لده. دا چه نصیحت سه شایده ایم؟ سوک هم ده نصیحت کوی، ده سل پاره کوی او نصیحت ده سشی پترس که منس درازی. شاگردای عزیز، درس امروز ما درباره نصیحت است. در درس امروز ما نصیحت هم میشناسیم. اینکه نصیحت چه نوع و گفتار است و چه کسان نصیحت میکنن، با چه کسان نصیحت میکنن و چرا نصیحت میکنن. پس میریم به طرف متن درس خود تا به سوالات داده شده پاسخ بدیم. متوجه صفحه 95 کتابتان باشین. گوهرهای درخشان و گرانبها. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. اصطلاح و واژه اندرز در گذشته به سخنان گفته می شد که رهبران دینی برای پیروان خود و شاهان و وزرا برای درباریان و یا عامه ملت، حکما و دانشمندان برای اهل علم و توده مردم و پدران برای فرزندان خود ابراز نموده و آنها را به انجام برخی رفتارهای اخلاقی و پرهیز از اعمال نادرست سفارش می نمودند. بنابراین پند و اندرز هر دو محصول تجربه های ذهنی و عملی آدمی است. چنان که انسان مسائل مختلف زندگی و مخاطر انگیز را با قبول مشکلات و رنجهای فراوان طی سالیان دراز تجربه کرده و آنها را به حیث اصول اخلاقی، اجتماعی و تجربی خوب و بهتر در قالب کلمات و آموزه های شیرین به دیگران منتقل نموده است. چنان که می‌بینیم تنها انسان است که از تجربه ها و اندوخته های خیش می‌تواند نتیجه گیری نموده و آنها را با فرزندان و نسل های آینده و بعد از خودش انتقال دهد. در حالی که سایر حیوانات و موجودات جهان هرگز از این محبت الهی برخوردار نیستند. در ادبیات و شعر فارسی دری سخنان حکمت آمیز و اندرزگونه از حنظلی بادغیسی آغاز شده و شاعران و نویسندگان متعدد در آثار الخیش ادبیات اندرزی و تعلیمی دری را تحول بخشیدند و گنجینه های ارزشمند از سخنان حکمت آمیز نظری و عملی را به طور منصور و منظوم ایجاد کردند که رهگشای زندگانی ماست. چنان که حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است، اگر فرزندان خود را ادب آموزید از صدقه دادن در هر روز بهتر است. و به قال فردوسی، نباشد همینی کوبت پایدار، همان به کنیکی بود یادگار. در اینجا درب دانش و تجارب حکما و دانشمندان جهان را می گشاییم و سخنان دلپذیرشان را مورد مطالعه قرار می دهیم. ای فرزند، آگاه باش. اگر بی نوا باشی، ادب تو را ثروت است و اگر در تنهایی و غربت مانی، تو را یار وفادار. ایمان ضرورت زندگی است. بدبخت کسی است که به هیچ چیز معتقد نیست. انسان‌های بزرگ مانند کوه هستند. هرچه به آنها نزدیکتر می شوید، عظمت آنها بیشتر نمایان می شود. ناامیدی نخستین گامی است که بشر به سوی گور برمی دارد. آدم های ترسو روزی هزار بار می میرند، اما شجاعان فقط یک بار می میرند. آن کس که اراده و استقامت دارد روی شکست را نمی بیند. خوبی را به نیکی پاداش بده و بدی را به عدالت. زکاون کو لکه سنگه چه ساسو دلوست انوانده قیمتی او زلیدون کی دانه.
او یا هم قیمتي دانه. یعنی قیمتي او زلیدونکي دانه په ادبیاتو کې څه شي دي؟ قیمتي او زلیدونکي دانه په ادبیاتو کې همدغه پند او اندرز ده. د پند، اندرز او یا هم نصیحت اصطلاح یا کلمه څه شي ده؟ پند او اندرز د پخوا څخه تر اوسه پورې مروجه کلمه ده، چې پخوا زمانو کې به پادشاهان خپلې ویناوې، خپل نیک کارونه به یې خپل همغه د درباریانو ته ویلې، همدارنګه دینی لارښوونکي خپل پیروانو ته به یې دا ټکي ویلې، او شاهانو خپل درباریانو یا عامه خلکو ته دا ویناوې کولې، او دانشمندان او پوه کسان خپل همغه زده کوونکو ته او یا هم د خلکو ډلو ته دغه ویناوې کولې. پلرونه او میندې خپل ماشومان او یا هم اولادونو ته به یې دغه ویناوې کولې. دغه ویناوې څه شی دي؟ دا ویناوې خپل د تجربو، د سل کلونو تجربو څخه خپل همغه څه چې زده کړي دي دغه تجربو څخه خپل ماشومانو ته، خپل درباریانو ته او یا خپل زده کوونکو ته دوی دغه انتقالولی. په خاصه توګه همغه مثبت او نیک ټکي تر څو نور خلک له دوی څخه زده کړي، نو دا به په دغه طریقې باندې دوی ته سینه په سینه رالیږدل کیدلې چې دوی ته پند نوم یې ورکړ. خو دغه پندونه د انسانانو د ذهني او عملي تجربو پایله ده، چې انسانانو خپل د ژوند په ترس کې د کومو ستونزو سره مخ شوي دي، کومو خطرونو سره مخ شوي دي، او یا هم خپل د ژوند خوږې خاطرې، همدارنګه ښه او خوږې خوشحالوونکې پیښې هم په دې کې شاملېږي. نه یوازې دا چې نورو ته ته خپل همغه تجربې، چې تا د مشکلاتو له مخې او یا هم د خطرونو په پایله کې ترلاسه کړي دي، علاوه پر دې نیکې خبرې، د خوشحالۍ پیښو پایله او همدارنګه نورې ویناوې چې خپل وروستني نسل ته انتقال کړي، دا د پند، نصیحت او اندرزونو په ډله کې راځي. خو دغه امتیاز یوازې انسان ته ورکول شوی. څنګه؟ یعنی فقط انسانان دي چې خپل د تجربو پایله، یعنی هم دا اندرز خپل وروستني نسل ته سینه په سینه انتقالوي. حیوانات دا کار نشي کولی. نو انسانان هم خپل د عقل او شعور له مخې دا کار کوي. حیوانات چې شعور او عقل نه لري دا کار کولی نشي. نو دا محبت او یا دا لوړ مقام یوازې انسانانو ته ورکول شوی. لکه څنګه چې ستاسو ته په کتاب کې بعضې اندرزونه راوړي دي، لومړی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی: اگر فرزندان خود را ادب آموزید، از صدقه دادن در هر روز بهتر است. که چیرې تاسو خپل اولادونو او یا هم ماشومانو ته ادب او یا نیکه تربیه ورکړئ، دا د هر ورځ صدقه ورکولو نه بهتره او نیک کار دی. د فردوسی یا دوبیتی ده: نباشد همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. دا به نوی چې تل نیکی وی او یا هم بدی تل پایدار وی، یعنی تل به بدی وی، نه داسې نه ده. خو نیکی ښه ده که چیرې دوامداره نه ده، حداقل د یادګار پاتې کیږي، حداقل یو بل چا سره ستا دغه یادګار پاتې کیږي چې فلانی کس ما سره نیک کار کړی. همدارنګه د لوست په لاندنۍ برخه کې تاسو ته د نړۍ د دانشمندانو بعضې نیکې ویناوې راوسي، چې لومړی: ای فرزند آگاه باش، اگر بی نفع باشی ادب تو را ثروت است. فرزند او یا هم ای اولاده، اخیار او عاقل و سیگه، که چیر تا بی نفع یعنی غریب او مسکین و سی، ادب تا تا یوشتمانه ایده. اگر در تنهایی و غربت مانی تو را یاری وفادار، او که چیر یواز پاتشی دا تا تا دیو یار او یا هم ملگری پشانده. داد چا وینا ده؟ داد لقمان حکیم وینا ده. ایمان ضرورت زندگی است. بدبخت کسی است که به هیچ چیز معتقد نیست. ایمان د ژوند اساسی او ضروری برخه ده. بدبخت هغه څوک ده چې په هیڅ شی باورمند نه ده، یعنی ایمان نه لري. داد چا وینا ده؟ داد ویکتور هوگو. انسان های بزرگ مانند کوه هستند، هرچه به آنها نزدیکتر می شوید عظمت آنها بیشتر نمایان می شود. لوی انسانان ده غره پشندی، ولی
ځکه چې هر څومره دې ته نږدې کېږئ تاسو د هغوی لوی او عظمت ګورئ. مقصد د دې خبرې نه څه شی ده؟ غر د لرې ځای نه کوچنی ښکاري، خو کله چې تاسو د غره لمنې ته راشئ او دا له نږدې څخه وګورئ نو مجبور یاستئ چې خپل سر پورته کړئ او د هغوی هغه لوړه قله وګورئ. انسانان هم همداسې دي. لوی انسانان مقصد له چا څخه دی؟ یعنی پوه، عاقل او دانشمند کسان. هغه کسان چې صبر درلودونکي دي، هغه کسان چې با اخلاق دي، پرهیزګار دي، دغه کسان د لوی او بزرگ انسانانو په ډله کې راځي. هر څومره چې دغه انسانانو ته نږدې کېږئ د دوی لوی او عظمت لا نور هم زیاته ګورئ. ناامیدی نخست هنگامی است که بشر به سوی گور برمیدارد. ناامیدی او یا هم ناهیلی توب لومړنی قدم دی چې انسان یې د قبر تا نږدې کوي. یعنی که چیرې انسان امید ونه لري او ناهیلی شي، دا په دې معنی چې هغه نور ژوند نشي کولی. نو دا د چا وینا ده؟ دا د ناپلئون وینا ده. همدارنګه تاسو ته نور اندرزونه هم راوړي چې دا هم د نړۍ د دانشمندانو او د لویو کسانو وینا ده. خدای دې وکړي چې تاسو نصیحت او پند مو پیژندلی وي چې دا څه ډول ویناوې دي او د کومو کارونو په ترڅ کې دا منځته راځي. او د دغه کسانو اندرزونه مې چې تاسو ته وویل، خدای دې وکړي چې د دې څخه هم کومه مثبت ټکی تاسو زده کړی وي. اوس راځو لغتونو ته چې ما بعض لغتونو تاسو ته د لوست څخه بیرون نویس کړي، دا ما سره په ګډه ولولئ. سعادت یعنی نیکمرغۍ، ګوهر قیمتي دانه، درخشان یعنی ځلیدونکی، تحول یعنی بدلون، معتقد یعنی باورمن او یا هم ایمان درلودل، عظمت یعنی بزرگی او یا هم لویی، متعدد یعنی بیشمر او یا هم دیر. اوس راځو خپل د لوست بلې برخې ته. زموږ د لوست بله برخه د تل په شان د قواعد دستوري برخه ده. که چیرې ستاسو په یاد وي، موږ په تیر لوست کې جمله مو د نحوي جوړښت له مخې وویل. دا چې جمله د نحوي جوړښت له مخې په دوه ډوله ده، ساده جمله او مرکبه جمله. په نننی لوست کې به موږ ساده جمله وپیژنو چې ساده جمله څه ډول جمله ده. جمله ساده جمله است که دارای یک فعل باشد. اگر جمله ساده دارای مفهوم مستقل و کامل باشد، به آن جمله مستقل گوید. ساده جمله سه ډول جمله ده. ساده جمله هغه جمله ده چې د یو فعل درلودون کوي او همدارنګه وکولی شي موږ ته یو مفهومه او مستقله معنا راورسوي. دوی ته موږ ساده جمله وایو. خو که چیرې کومه جمله مستقل معنا او مفهوم موږ ته ونه رسوي، هغه ته ناقصه جمله ویل کیږي. تختې ته پام وکړئ. عدالت یک اصل مقدس و عالی است. عدالت یو مقدس او عالی اصل ده. په دې جمله کې موږ ګورو چې د عدالت په هکله یې موږ ته معلومات راکړي او په پوره ډول موږ ته مفهوم رسوي. نو دا څه شی ده؟ یوه ساده جمله ده. لاندې جملې ته پام وکړئ. هر چه بر خود نمیپسندی، یعنی ګورو چې د جملې پاتې برخه نه ده راغلې، یعنی هر چه بر خود نمیپسندی، هر څه چې ته ځان ته نه خوښوې باقي د جملې نشته. یعنی چې هر څه چې ته ځان ته نه خوښوې به نور څه. نو ګورو چې دغه جمله چیه ده؟ ناقصه ده. د دې لپاره چې مستقل مفهوم او معنا یې موږ ته ونه رسوله. موږ نن ولوستل چې جمله ساده. جمله ساده هغه جمله ده چې د یو فعل درلودونکی وي او همدارنګه وکولی شي موږ ته با مفهوم او مستقله معنا راورسوي. که چیرې ساده جمله با مفهوم او مستقله معنا موږ ته ونه رسوي، هغې ته موږ څه وایو؟ ناقصه جمله. خدای دې وکړي چې ساده جمله مو زده کړې وي او وکولی شي د جملو په منځ کې ساده جمله تشخیص کړي. اوس راځو خپل د لوست بلې برخې ته. زموږ د لوست بله برخه د فعالیتونو برخه ده، چې د فعالیتونو د برخې پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده ده او همدارنګه بله کورنۍ دنده مو دا ده چې د څو لویو او دانشمند کسانو ویناوې ولیکئ او همدارنګه د هغه کسانو نومونه هم ورلاندې ولیکئ. خدای دې وکړي چې نننی لوست مو زده کړی وي. په نننی لوست کې موږ پند، اندرز او نصیحت مو پیژندل چې دا څه ډول ویناوې دي او همدارنګه د قواعد دستوري بخش کې مو ساده جمله ولوستله چې ساده جمله څه ډول جمله ده.
خدای دې وکړي چې نننی لوست مو زده کړی وي. که چیرې تاسو په نننی لوست کې کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ کومنټ کې له ما سره شریک کړئ تر څو ستاسو ستونزو ته رسیدګي وکړم. ویډیو درسره لایک او لا زیاتو درسونو او ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. په پاک الله مو سپارم.